سرخط خبرها. اولین قطعنامه شورای حکام علیه ایران بعد از 8 سال. آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار دسترسی فوری به 2 مکان در ایران شد. اروپا در تلاش برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا. همزمان در ایران احتمال بازگشت محدودیت‌ها در چند شهر بیشتر شده. ادامه اختلاف بر سر مبادله زندانی بین دولت افغانستان و طالبان. رویترز میگوید کشورهای غربی با آزادی اعضای خطرناک طالبان موافق نیستند. و اشتباه مرگبار در لومباردی. کرونا چطور شمال ایتالیا را تسخیر کرد؟ سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از ایران خواسته شده بدون اتلاف وقت با بازرسان آژانس همکاری کند و به آنها اجازه دسترسی به 2 سایت مورد نظر آژانس را بدهد. ایران این قطعنامه را به گفته نمایندهش در آژانس رد کرده و اعلام کرده واکنشی مناسب با آن نشان خواهد داد. چین و روسیه تنها اعضایی بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. قطعنامه امروز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین اولین قطعنامه این سازمان از سال 2012 بود، 8 سال پیش. در جلسه امروز که برخلاف روزهای قبل حضوری برگزار شد، قطعنامه ایران را محکوم نکرد، اما از ایران خواست بدون فوت وقت با آژانس و بازرسان آژانس که می‌خواهند از 2 سایت در ایران بازدید کنند همکاری کنند. قطعنامه با 25 رأی موافق تصویب شد. قطعنامه ای که از طرف 3 قدرت اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان تهیه شده بود و آمریکا از آن حمایت کرد. 2 قدرت با آن مخالفت کردند. چین که می گفت چنین قطعنامه‌ای مقدمه نابودی توافق هسته‌ای خواهد بود و روسیه که گفت نیازی به رأی‌گیری نیست و آژانس و ایران می توانند اختلافاتشان را خودشان حل کنند. 7 کشور هم از جمله هند و آفریقای جنوبی رأی ممتنع دادند. آژانس از جمله خواهان بازدید از سایتی است که نخست وزیر اسرائیل تقریبا 9 ماه پیش آن را اینجا مطرح کرد. جزئی از اطلاعاتی که یک تیم عملیاتی اسرائیل از یک انبار در جنوب تهران به دست آورد و از ایران خارج کرد. سایتی که به گفته اسرائیل بر اساس مدارکی که به دست آمده نشان از فعالیت ایران برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای بیش از 17 سال پیش دارد. این سایت که ایران اجازه بازدید آن را به آژانس نداده در نزدیکی جاده اصلی اصفهان به شیراز است، در 24 کیلومتری شمال آباده. سایتی که در سالهای اخیر هم در آن بر اساس تصاویر ماهواره‌ای فعالیت‌هایی در آن صورت گرفته و طی سال گذشته با بولدوزر پاکسازی شده. آژانس می‌خواهد بداند در این سایت چه گذشته و اگر مواد هسته‌ای در آن بوده این مواد الان کجا هستند و تجهیزات آن به کجا برده شده است. ایران بعد از مدت‌ها بردباری. در گفتگویی با تلویزیون ایران، نماینده ایران در آژانس امروز در واکنش به تصویب قطعنامه گفت این قطعنامه الزام‌آور نیست. قطعنامه‌های شورای حکام از لحاظ حقوق بین‌الملل الزام‌آور نیستند برای کشورها. و ما هم رسما اعلام کردیم که در مورد 2 درخواست آژانس موضع اصولی داریم و ابهامات و نگرانی های جدی داریم و تا این نگرانی ها رفع نشود هیچ زمینه برای همکاری بین ایران و آژانس پیرامون درخواستاش وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران طبیعتا اقدام مقتضی و مناسبی رو در واکنش به این قطعنامه اتخاذ خواهد کرد. عدم همکاری ایران می تواند آژانس را وادار کند که پرونده ایران را به شورای امنیت بفرستد. شورای امنیت حالا قرار است که روز 30 ژوئن، 11 روز دیگر، موضوع قطعنامه 2231 و گزارش دبیر کل سازمان راجع به منشأ ایرانی سلاح‌های استفاده شده علیه مراکز نفتی عربستان سعودی را بررسی کند و همچنین تقاضای آمریکا را برای تمدید تحریم فروش تسلیحات به ایران. مسائلی که وزیران خارجه قدرت‌های اروپایی امروز در برلین قرار است آن را بررسی کنند. کسری نجی، BBC.
میثم بهروش پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لند از شهر مالمو سوئد با ما هستند. آقای بهروش، این اولین اختلاف نظر جدی ایران و آژانس هست بعد از توافق برجام در 5 سال گذشته. چرا چنین اختلافی به وجود اومده؟ ببینین، ما بخوایم ریشه یابی بکنیم در همین چند سال گذشته، باید برگردیم داخل ایران. اوایل سال 2018 اسرائیل عملیات انجام داد. ببینید 6 ساعت و 29 دقیقه در اطراف تهران عملیات کردن، نیم تن اسناد هسته‌ای ایران رو از کشور خارج کردن. بعد این و خب اون دوتا سایتی که الان آژانس میگه اینها اعلام نشدن و ما میخوایم بهشون دسترسی پیدا بکنیم، این دوتا سایت رو از داخل اون آرشیو یا اون اسناد درآوردن و الان در واقع بر اون اساس میخوان نقش قبر بکنن و برگردن به اون اتفاقات یا فعالیت هایی که در سال 2002 2003 2004 اون زمان انجام شده. و اهمیت این هم از نظر آمریکا و اسرائیل این هستش که اگر ثابت بکنن که ایران اون تخلفات رو انجام داده یا اعلام نکرده، میتونن استدلال بکنن که ببینین احتمالاً برجام رو هم خوب اجرا نکرده، خیلی پایبند نبوده، پس ما باید بیایم ببینیم که ایران الان چجوری رفتار کرده و اون پرونده اصطلاحاً پاسیبل میلیتری دیمنشنز یا ابعاد نظامی احتمالی رو دوباره زنده بکنم. و این از این جهت هم جالب هستش، خب که زیاد مورد توجه قرار نمیگیره که ما از سال 88 حاکمیت در واقع اون یکی از مضامین غالب و مکرر گفتمان امنیت ملی ما از سال 88 دشمن شناسی بوده. الان این دشمن شناسی حاکمیت به اینجا رسیده که پرونده هسته‌ای ایران دوباره داره نقش قبر میشه و احتمال اینکه بره شورای امنیت سازمان ملل خب با این قطعنامه‌ای که تصویب شد خیلی بالاست. پس این گزارش فقط خلاصه نمیشه به همین دوتا سایتی که ایران اجازه بازدید از اونها رو نمیده و مسائل عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر رو هم آژانس داره دوباره بهش نگاه میکنه؟ بله بله، دقیقا اینطوری هست. ببینید، ایران اجازه نمیده این اتفاق بیفته، چون این اجازه دادن تبعات داره، مخصوصا اگر به این نتیجه برسن که بله یه سری مواردی بوده که ایران اعلام نکرده و الان به گذشته سپرده شدن، به فراموش سپرده شدن، این به لحاظ عملی اهمیتی نداره. یعنی اینکه این الزاما نشون نمیده که ایران نقض کرده برجام رو یا مثلا دنبال سلاح هسته‌ای بوده در این حال که برجام پایبند بوده. منتها اهمیتش این هستش که آمریکا و اسرائیل میتونن استدلال بکنن که در واقع چه بسا ایران در مورد برجام هم همین مدل عمل کرده، یعنی مثل اون سال، مثل در واقع پیشا برجام عمل کرده. بعد یه نکته خیلی مهمی هم اضافه بکنم، ببینید اهمیت قضیه، یعنی اون مخاطره‌آمیز بودن قضیه عمدتاً از این جهت مطرح هستش که ایران گزینه‌هاش برای تلافی، برای مقابله که رفتار طرف رو عوض بکنه و طرف رو وادار به عقب نشینی بکنه، رفته رفته داره کم میشه، یا گزینه‌هاش بسیار ضعیف هستن که همین کژدار و مریض ادامه بده، یا بسیار قوی و رادیکال هستن که ممکنه روسیه و چین رو هم با اونها در واقع همراه بکنه. و یه مثالش هم اینه که با اینکه روسیه الان در واقع رأی داده علیه قطعنامه، منتها میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس گفته که ایران باید، یعنی حرف آمریکا و اسرائیل زده که ایران باید بلافاصله دسترسی رو فراهم بکنه به سم در واقع به این دو تا سایتی که میگن اعلام نکرده. یعنی روسیه و چین هم به نظر میرسه که تا یه حدی با ایران همراهی خواهند کرد و بعد از اون دیگه طرف آمریکا و اروپا رو خواهند گرفت. میثم بهروش پژوهشگر رابطه بین الملل، متشکرم از شما در دانشگاه لند از شهر مالمو سوئد. به گفته وزارت بهداشت ایران، تعداد مبتلایان به کرونا در 10 استان افزایش داشته، از جمله خوزستان، جایی که مقام‌ها می‌گویند احتمال دارد محدودیت‌ها دوباره اعمال شود. در جزیره کیش بار دیگر گرد همایی‌ها و مهمانی‌ها شروع شده. همزمان موج دوم کرونا محدودیت‌هایی را به نقاطی دیگر از جهان مثل پکن، پایتخت چین، بازگردانده. در اروپا اما با کاهش شدت محدودیت‌ها، سیاستمداران امروز نشستی مجازی برگزار کردند تا راه‌های مقابله با آثار اقتصادی شیوع کرونا را بررسی کنند. باران عباسی گزارش می‌دهد.
چهره پکن یادآور چند ماه پیش، روزهای آغاز قرنطینه. بیش از 100 مورد جدید ابتلا در پایتخت چین محدودیت‌های شدید را به اینجا بازگردانده. دولت در تلاش برای جلوگیری از سرایت بیماری به دیگر شهرها. قطارها و فرودگاه‌ها بار دیگر خلوت شده و مسافران ورودی و خروجی باید آزمایش شوند. صحنه‌های متفاوت در اروپا بعد از کاهش محدودیت‌ها. سواحل بارسلون که این روزها تنها به محلی‌ها اختصاص داشته، به زودی به روی مهمانان خارجی هم باز می‌شود. به امید جان گرفتن دوباره گردشگری و اقتصادی که به رکودی سخت فرو رفته. بونجور شارل، thank you very much first of all for وضعیتی نگران کننده که رهبران اتحادیه اروپا را امروز در یک کنفرانس مجازی دور هم جمع کرده. در تلاش برای حل اختلاف‌ها درباره یک کمک چند میلیارد دلاری به اعضایی که بیشتر آسیب دیدند. طرحی که بر اساس آن دو سوم این کمک بلاعوض خواهد بود و بقیه به صورت وام. دکتر آنگلا مرکل. صدر اعظم آلمان هشدار داده که هر چه سریع‌تر باید دست به کار شد. شیوع جهانی بیماری و رکود اقتصادی حاصل از آن بزرگترین چالش تاریخ اروپا است. نحوه پاسخگویی اروپا به این بحران در وضع زندگی شهروندان اروپا و نقش آینده اروپا در جهان تعیین کننده خواهد بود. اما سوئد، دانمارک، اتریش و هلند مخالفند و میگویند هر چه قرض میدهند را باید در آینده پس بگیرند. در ایران شناسایی بیش از 2600 مبتلا در شبانه روز گذشته و 120 جان باخته. شمار کل مبتلایان به حدود 200300 نفر رسیده و نزدیک به 9400 نفر هم جان خود را از دست دادند. شمار بیماران در دست کم 10 استان افزایش داشته و نیمی از آنها در وضعیت قرمز هستند. خوزستان، هرمزگان، کردستان، بوشهر، آذربایجان غربی، ایران شهر در سیستان و بلوچستان در شرایط خاص هستند، ولی همه مردم ما در همه شهرها باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو بکنن. شرایطی که احتمال بازگشت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را بار دیگر مطرح کرده، به خصوص در خوزستان که در هفته‌های اخیر شاهد شدت گرفتن بیماری بوده. همینطور نگرانی از رعایت نشدن فاصله گیری اجتماعی در بسیاری از شهرها از جمله تهران. مرگ و میرها و بستری هایی که الان مشاهده می‌فرمایید بازتاب عملکرد اجتماعی شما عزیزان در رعایت بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی طی 2 تا 4 هفته گذشته هستش. بنابراین تاکید میکنیم برای اینکه خودتون بخواید سلامت بمونید و هموطنانتون و آمار مرگ و میر و بستری ما انشاءالله کاهش پیدا بکنه، قطعا فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بفرمایید، بیرون از خونه حتما از ماسک استفاده بکنید. در هند تبدیل این مرکز در دهلی به یک بیمارستان 10,000 تخت خوابی در پی اوجگیری بیماری در چند منطقه جنوبی. تنها در 24 ساعت گذشته بیش از 13,500 مورد ابتلا شناسایی شده، بالاترین شمار روزانه مبتلایان. در کشوری که تاکنون بیش از 12,600 نفر در اثر کرونا جان باختند. آماری که به گفته مقام ها انتظار می رود تا پایان ماه آینده میلادی 13 برابر شود. شرایطی بهتر اینجا در سنگاپور، اولین روز کاهش گسترده محدودیت ها. بازگشایی مراکز خرید و رستوران ها و نشستن در کنار خانواده و دوستان. تصاویر شبیه به زندگی آنگونه که پیش از آمدن کرونا در خاطره ها مانده. صحنه هایی که در بعضی نقاط دنیا همچنان رویایی دور از دسترس است. باران عباسی، بی بی سی. فرمانده سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا که بر نیروهای آمریکایی در خاورمیانه نظارت دارد، گفته شمار سربازان آمریکا در افغانستان پس از توافق با طالبان به 8,600 نفر کاهش یافته. در همین حال گزارش شده قدرت‌های غربی از موضع دولت افغانستان برای آزاد نکردن تعدادی از اعضای خطرناک طالبان حمایت میکنند. پیشتر در گفتگوی با همکارم روین رهنوش در کابل از احتمال کمتر شدن بیشتر نیروهای آمریکایی در افغانستان پرسیدم. جنرال فرانک مکنزی قبلا هم گفته بود که گروه طالبان هنوز شرایط خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را مساعد نکرده
حالا هم اسوسییتد پرس و نقل از او گزارش کرده که گفته که باید آمریکا مطمئن شود که از خاک افغانستان علیه این کشور هیچ حمله انجام نمیشه. منظورش حملات مثل حمله 11 سپتامبر 2001 هست. آقای مکنزی همینطور گفته که گروه طالبان نه، بلکه حملات را گروه های داعش و القاعده انجام میتند. در همین حال فرمانده سیمکام هم که بر نیروهای آمریکایی در خاورمیانه نظارت داره گفته که طبق توافقنامه آمریکا و طالبان باید که خروج نیروهای آمریکایی تا ماه می، یعنی بهار آینده آغاز شود، اما این بستگی به اقدامات مشخص گروه طالبان دارد. به نظر میرسه که رهایی زندانیان طالبان حالا نگرانی رو در کشورهای غربی به راه انداخته. هرچند دولت افغانستان این اواخر چند بار تاکید کرده که با متبقی زندانیان طالبان را رها میکند و از زندانی این گروه باقی مانده، ولی قبلا گفته بود که برخی از زندانیان این گروه که به گفته دولت در جنایت‌های بزرگ دست دارند را رها نمیکنه. حالا خبرگزاری رویترز در همین مورد با 5 منبع آگاه، مقام‌های دولت افغانستان و دیپلمات‌های آسیایی و اروپایی صحبت کرده. یک دیپلمات اروپایی گفته که در میان زندانیان طالبان در فهرست افراد هم هستند که رهاییشان عملا عبور از خط قرمز هست. یک منبع دولت افغانستان هم گفته که 3000 زندانی طالبان رها شدند، متوفر رها میشن، اما چند صد نفرشان رها نمیشن. گفته شده که این افراد در حملات بزرگ دست دارند، مثل حمله 2017 در چهارراهی زنبق کابل در پیش سفارت آلمان که بیش از 150 نفر کشته شد در او حمله. و همینطور این گروه طالبان تاکید میکنه که باید همه زندانیانش رها شود و حتی آغاز مذاکرات بین الافغانی را مشروط بر رهایی همه زندانیانش میدانه. با این همه دیده شود که دولت و طالبان در مورد یاد شده این انعطاف نشان میتن یا نه، و اگر نه روند سال سرنوشتش به کجا میره. روحین رهنوش بود در کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. آژانس بین المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه خواستار همکاری کامل ایران با بازرسان این آژانس شد. این اولین قطعنامه آژانس علیه ایران در 8 سال گذشته است. در اروپا تلاش‌ها برای جبران خسارات اقتصادی کرونا بیشتر شده. همزمان مسئولان در ایران از احتمال بازگشت محدودیت‌ها در چند شهر خبر دادند. در ادامه برنامه اشتباهی که جای پای ویروس کرونا در اروپا را باز کرد. دولت استرالیا از حملات مستمر و پیشرفته سایبری به نهادها و زیرساخت‌های این کشور خبر داده و آن را یک کار یک دولت خارجی خوانده. کارشناسان سایبری استرالیا چین را متهم می‌کنند که پشت این حملات بوده، اما وزارت خارجه چین این اتهام‌ها را رد کرده. روابط استرالیا و چین در ماه‌های گذشته در پی شیوع ویروس کرونا وارد فاز جدیدی از تنش شده. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. نام چین بارها در ارتباط با حملات سایبری شنیده شده. گزارش‌های پرشماری از ابعاد ارتش میلیونی سایبری چین هم منتشر شده. حالا در پرونده جدید باز هم نام چین مطرح است در حمله سایبری به دولت استرالیا. دولت استرالیا از چین نامی نمیبرد، اما میگوید به کشورش حمله‌های مستمر و پیشرفته سایبری با پشتیبانی یک دولت خارجی انجام شده. I'm here today to advise you that based on advice provided to me by من اینجا امروز اعلام می‌کنم که بر اساس توصیه کارشناسان سایبری، سازمان‌های استرالیایی در بخش‌های مختلف هدف حملات پیشرفته سایبری به پشتیبانی یک دولت قرار گرفتند. این حملات علیه نهادهای مختلف دولت، صنایع، سازمان‌های سیاسی، آموزش و پرورش، بخش درمان و دیگر زیرساخت‌های مهم کشور انجام شده. ابعاد و ماهیت حملات و ابزارهای به کار رفته نشان می‌دهد که این یک حمله سایبری دولتی است. سازمان‌های اطلاعاتی استرالیا انگشت اتهام را به سمت چین نشانه می‌گیرند. آنها می‌گویند تعداد انگشت شماری از دولت‌ها غیر از چین توان چنین حملاتی را دارند. دولت‌های روسیه، ایران و کره شمالی. وزارت خارجه چین در واکنش این اتهام‌ها را بی اساس خوانده. استرالیا و چین در سال جاری و بعد از همه‌گیری ویروس کرونا وارد فاز جدیدی از کدورت روابط شدند. بعد از تصمیم دولت استرالیا برای انجام تحقیقی مستقل درباره منشأ همه‌گیری کووید 19،
دولت چین در واکنش استرالیا را تحریم کرد و به شهروندان چینی توصیه کرد که به آن کشور نروند. شدت تنش در روابط دو کشور به جایی رسید که حاضر شدند از 162 میلیارد دلار تجارت سالانه صرف نظر کنند. I can announce that later today, Australia and the United Kingdom will formally commence free trade negotiations. این واکنش وزیر تجارت استرالیا به تحریم‌های چین می‌گوید حالا به دنبال شرکای تجاری جدید است. China is the second largest economy in the world. چین دومین اقتصاد بزرگ جهانه و بزرگترین بازار کالاهای اساسی در منطقه ما. به همین دلیل چین بزرگترین شریک تجاری ماست. همانگونه که بهبود شرایط اقتصادی چین به اقتصاد ما کمک میکنه، اقتصاد استرالیا هم برای چین اهمیت داره. این رابطه یک طرفه نیست. بسیاری از کالاها و خدمات ما اقتصاد چین رو میسازه. ما یا با هم پیروز میشیم یا هر دو طرف میبازیم. استرالیا تنها کشوری نیست که با چین درگیری دیپلماتیک دارد. کانادا به خاطر ورود به پرونده شرکت هواوی که متهم است تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور زده، مورد خشم دولت پکن قرار گرفته. چین حالا دو شهروند کانادایی را که یک سال پیش بازداشت کرده بود به جاسوسی متهم کرده. مارک سپاور، تاجر کانادایی و مایکل کووریک، دیپلمات سابق این کشور، متهم هستند که اسرار دولتی و اطلاعاتی چین را به دولت‌های دیگر دادند. اینجا با فاصله اندکی بعد از دستگیری منگ وانژو، مدیر مالی شرکت چینی هواوی در کانادا بازداشت شدند. خانم وانژو با اتهام‌های متعددی روبروست، از جمله اینکه از یک شرکت پوششی در هنگ کنگ برای داد و ستد با ایران استفاده کرده. شرکت چینی هواوی همچنین متهم است که از فناوری خود برای جاسوسی از دیگر کشورها استفاده می‌کند، اتهامی که این شرکت رد می‌کند. هیچ اتهامی هنوز ثابت نشده، اما بسیاری از کشورها که می‌خواستند برای توسعه شبکه 5G با هواوی چینی همکاری کنند، حالا نظرشان عوض شده. شیدا هوشمندی، BBC. برنامه رو با چند خبر کوتاه می‌گیریم. وزارت صحت افغانستان از شناسایی 346 بیمار جدید مبتلا به کرونا و جان باختن دو نفر بر اثر این بیماری در شبانه روز گذشته خبر داده. این پایین ترین آمار روزانه ابتلا و مرگ بر اثر کرونا در هفته های اخیر است. بر اساس آمار رسمی، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به حدود 28 هزار نفر و تعداد جان باخته ها به 548 نفر رسیده است. وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران میگوید با تورهای گردشگری به مسیرهای کولبری و محل جان باختن کولبران برخورد می‌شود. ولی تیموری، معاون گردشگری این وزارتخانه، گفته رفتن تورها به این مناطق غیرقانونی و غیر سازمان یافته بوده. سالانه ده‌ها کولبر در مناطق مرزی و کرنشین غرب ایران توسط عوامل طبیعی یا نیروهای مرزبانی کشته می‌شوند. فیسبوک از حذف تبلیغات سیاسی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ دفاع کرد. رئیس بخش امنیت فیسبوک گفته مثلث قرمزی که در این تبلیغ استفاده شده مثل نشانی است که نازی‌ها در جریان جنگ جهانی دوم برای مشخص کردن زندانیان از آن استفاده می‌کردند. او گفته این نماد در هر بخشی از این شبکه اجتماعی منتشر می‌شد، فیسبوک با آن برخوردی مشابه می‌داشت. لومباردی در شمال ایتالیا از اولین مناطق اروپا بود که کرونا در آن شایع شد. گفته شده علت شیوع سریع کرونا در این منطقه ثروتمند اشتباهاتی اساسی در برخورد با این اپیدمی بوده. اشتباهاتی که هم به این منطقه آسیب رسانده و هم باعث شده کووید 19 به بعضی نقاط دیگر اروپا و جهان منتقل شود. مارک لوئن، خبرنگار BBC، گزارش می‌دهد. 4 ماه از زمانی که لومباردی به ووهان غرب تبدیل شد می‌گذرد. آنچه اتفاق افتاد در خاطرات ثبت شده. ویروس پیشروی کرد و اروپا را فرا گرفت و به بعضی نقاط دیگر جهان هم منتقل شد. من از آغاز همه‌گیری در شمال ایتالیا از اینجا گزارش دادم. حالا برگشتم تا کسانی را ملاقات کنم که دنبال پاسخ هستند. تنها در ماه مارس در شهر برگامو 6000 نفر مردند. بالاترین میزان مرگ و میر در جهان بر اثر کرونا. اینس و همسرش 53 سال بود که ازدواج کرده بودند. او آخرین ماه زندگیش را در بیمارستان گذراند. میگوید همسرش مرتب از او میخواسته که به خانه برود. او از این کار خودداری کرده چون ممکن بوده همگی آلوده شوند.
با شیوع کرونا برای پوشش خبری به سراسر ایتالیا سفر کردم. با پزشکی صحبت کردم که بیمارستانش مملو از بیمار بود. در پیدا کردن ویروس تأخیر داشتیم. به ما گفته بودند که باید به دنبال ارتباطی با چین بگردیم و بیماری پیدا نکردیم که علایمی داشته باشه و از چین اومده باشه. زمان برقراری قرنطینه رو از دست دادیم و قرنطینه دیر شروع شد. سیاستمدارها میگویند زیر فشار گروه‌های تجاری قرنطینه دومین شهر ثروتمند ایتالیا را به تأخیر انداختند. تأخیری که هزینه زیادی داشت و همینطور تصمیم به انتقال بعضی از بیماران به خانه‌های سالمندان. نیمی از 140 بیماری که در این خانه بودند مردند. وقتی مادر آنجلا تب کرد از او آزمایش نگرفتند. یک هفته بعد مرد. میگوید دو ماه آخر عمرش تنها بود. زمان بیماری تنها بود و وقتی مرد هم تنها بود. او عصبانی است و میخواهد بداند چه کسی اشتباه کرده. با یکی از کارکنان خانه سالمندان هم صحبت کردیم که میخواست هویتش پنهان بماند. بعد از کمک به بیماری که آزمایشش مثبت شده بود دیدم علائم دارم. مسئول بخش بهم گفت برم خونه، اما مدیر کل گفت نه، چون تبم 37.7 بود. 3-4 روز گذشت، احتمالاً اون موقع دیگران رو هم آلوده کردم. اگه به درستی مدیریت کرده بودن الان همه زنده بودن. مسئولان خانه سالمندان درخواست مصاحبه را رد کردند، اما گفتند که این ادعاها نادرستند و آنها طبق پروتکل‌های بهداشتی عمل کردند. لومباردی که در قلب اروپا است و بیشترین جمعیت سالمند در ایتالیا را دارد، هدف آسانی برای کرونا بود. این نتیجه شرایط اضطراری در لومباردیه. حضور روزانه آمبولانس‌ها و نیاز به محافظت کامل برای جلوگیری از شیوع موج دیگه از ویروس. بحران شاید در اوج خودش نباشه، ولی هنوز ادامه داره و ممکنه دوباره به شرایط قبل برگرده. ایتالیا سرمشقی شد برای واکنش به همه‌گیری و حالا آینه ایست که اشتباهاتی که بسیاری از کشورهای دیگر هم مرتکب شدند را به ما نشان می‌دهد. مارک لوئن، بی بی سی نیوز، لومباردی. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.